سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم روز گذشته یک سخنرانی از آیت الله خانی در جمع مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران رو شاهد بودیم چهرهایی که قبلا در داخل حاکمیت بودن یا الان هستن در جمع اینها ایشون صحبت هایی رو مطرح میکنه در اون خصوص این صحبت ها فوق العاده است بخشش برمیگره به تحولات منطقه که بنده در خصوص این یه ویدیو خدمت شما ارائه دادم دیگه در این شبنامه نمیخوام در باید صحبت بکنم یک بخش دیگری از صحبت های ایشون رو میخوام بهش بپردازم که به نظرم این موضوع موضوع بسیار مهمیه ایشون در بخشی از صحبتشون یک جمله ای رو مطرح میکنه که این جمله خیلی مهمه میگن که امروز ناامید کردن مردم و القای حس بنبست در جامعه جفا به مردم و کشور و انقلاب است سه تا واژه رو به کار میبره میگه مردم کشور انقلاب این سه تا اگر شما مردم رو ناامید بکنید و این سه تا جفا کرد چرا مندم روی موضوع مانو بیدم؟ به خاطر اینکه در چندین سخنرانی شما وقتی صحبت های اخیر آیت الله خامنه ای رو بررسی میکنی تاکید کرده بر اینکه مردم نباید ناامید بشن بعد وقتی اینو گفته دلیل آورده بعد هر دفعه یه دلیل جدیدتری رو آورده یعنی یه چیزی رو گفتی که اون دفعه نگفته بوده یعنی ترجمه ساده ترش که داره تبیین میکنه برای مردم داره تبیین میکنه به این دلایل شما باید تلاش بکنید که مردم ناامید نشون حالا امروز صحبت هایی رو مطرح کرده در همین خصوص برای توضیح این که چرا نباید مردم ناامید بشن چون فکر این خیلی مهمه اونجایی که درباره ایالات متحده مقاومت صحبت میکنیم این صحبت ها مربوط به همونه این صحبت ها داره به همون اشاره دوست دارم از این متن شما بخونم میگن که منظومه قدرت جمهوری اسلامی و دستاوردهای گوناگون آن در بخش مختلف ایران را به الگوی جذابی برای ملت ها تبدیل کرده است و ناامید کردن مردم و القاء حس بنبست جفا به مردم و انقلاب است دقت این آقا از کدوم الگوی جذاب صحبت میکنی ایران رو داری میگی ایران الگوی جذاب آره آره همین ایرانه رو داره میگه همین ایران الگوی جذاب آقا سندی داری بابت اینکه که الگوی جذاب بله شما به جغرافیای جریدی که در منطقه وجومنده نگاه کن از افغانستان و پاکستان و کشمیر بگیر تا بریم برسیم به مدیترانه همه اینها و در همه این نقاط شما انسانهایی رو پیدا میکنی که اینها دوست دارن مثل ایران فکر کنند اینها دوست دارن در کنار ایرانی ها شمشیر بزنن و اینها یقین دارن که حرکت در این مسیره میتونه منفعت ملت های منطقه رو داشته باشه دقیقه شد آقا من دارم تبدیل میشم به یک کانونی که در این منطقه داره انرژی تولید میکنه داره ملت رو به خودش روشن میکنه یه وسیله که نمیدونم مثلا اسم تخصصی چیه ولی این داره کمک میکنه که بقیه نور تولید بکنن خودش یه منبعیه که خودش نور تولید میکنه به بقیه هم داره کمک میکنه دیگه در منطقه دونه, دونه چراغهایی داره رو روشن میشه این ها رو ممکنه خیلی ازشون خوششون نیاد ولی اینا همسو با ایرانه اولیش توی لبنان بوده بعد توی سوریه و عراق و بحرین و عربستان و بعض جا این چراغ روشن شده بعض جا فعلا داره یه کارایی میکنه فعلا دلیلی نداره که روشن بشه ببین این نکته که ما داریم ازش صحبت میکنیم دقیقا همون سنگرهای استراتژیکی که در گزارش اندیشکده بهش اشاره کردن سنگرهای مشترک ما و ملت‌های منطقه به وجود آمده است حالا در همچین شرایطی اگر در داخل مردم ایران ناامید بشوند این منبع تولید قدرته در ادامه انگیزه دادن و انرژی دادن به این ایالات متحده ای که به وجود آورده با مشکل روبرو میشه رو شما یک منطقه رو در نظر بگیرید یه پایتختی داره هر کدوم از نقاطش داره با محوریت خودش کار میکنه داره در مسیر خودش جلو میره این بخش اصلی که در الان ایفای نقش موثر میکنه انگیزش رو اگر از دست بده دیگر نقاط هم مشکل رو برو شد غیر از اینه ادامه صحبتشون رو ببینیم دستاورت و موارد دیگر همچون گسترش عمق راهورد و نفوذ معنوی ایران در منطقه جمهوری اسلامی را به یک نمونه جذاب تبدیل کرد این حرف خیلی مهمه ها. شو این همه اندیشکده در خارج از کشور داشته باشی بشینن ساعتها تو انگلستان که از اندیشکده نشسته خصوص عمق راهوردی ایران کتاب نوشته کتاب نوشته روی منطقه ایران خیلی ها یعنی ما گفتی که آقا این یه ایرانی بوده از 40 سال پیش شروع کرده الان یه جغرافی جدید به وجود آورده آقا این لحظاتی که در روی صحبت می‌کنیم لحظات سرنوشت ساز تاریخیه در شرایطی که قرب داره به افول میرسه من یه داستان رو براتون بگم اخیرا کاربرهای تویتری عکس و فیلم هایی رو از کشورهای اروپایی منتشر کردن خب شما احتمالا در جریان هستین این کشورها در بعضی از محصولات به شدت با مشکلاتی در حوزه افزایش قیمت روبرو شدن روغن یکی از اینهاست تو حوزه بحث روغن اومدن به مردم دارن تلاش میکنن توضیح بدن که آقا مثلا اگر فلان روغن نمیتونی بخری قیمتش گرونه یه مدل دیگه از روغن هست بیا اینو جایگزین کنی خیلی بهتره این میتونه کمک بکنه که تو یه جایگزین داشته باشی اینو تلویزیون رسمیشون دارن میگن ها حالا شما مثلا تجسم بکن الان توی ایران مثلا روغن گرون بشه بعد ایران تو تلویزیونش بیا توضیح بده بگه که بسم الله الرحمن الرحیم روغن میتونه یه جایگزین داشته باشه تمامی رسانه هایی که در خارج از کشور علیه ایران دارن کار میکنن شرف حاکمیت رو میبرن که شما ببین اینا چه فلان فلان شده یا روغن گرون شده به جان که تضمین بکنه این حرفا رو به مردم آقا اروپا الان دارین کارو میکنه اما اون چیزی که در ایران رخ میده اینه کوچکترین اتفاقی اگر در ایران پدید بیاد کوچیک در این پدید بیاد اینا موظفن با همه توانشون با همه حیثیتشون با همه وجودشون سود اینترنشنال ها رو پای خط بیارن که مردم از اون اتفاق کوچیکه به وسیع ترین شکل ممکن حس ناامیدی رو دریافت کنن چرا به خاطر اینکه آقاین ایالات متحده مقاومت به وجود آمده مردم به تو نزدیک شدن ملت ها از مدل تو خوششون اومده باید ناامید بشن زمانی که ناامید شدن از فاصله میگیرن بریم ادامه صحبت ها رو ببینیم ایشون میگه که دشمن بر اساس تمع های خود حرفهای ی... دستاوری را بیان می کند که قبلا هم از این گونه مطالب بیان می شد اما نادرستی همه آن مطالب بعد به اثبات رسید مانند سخنان صدام هنگام آغاز جنگ تحمیلی و وعده فتح یک هفته تهران و یا سخنان چند سال قبل یک دلغک آمریکایی که گفته بود کریسمس را در تهران جشن می گیریم آقا هدف نامی کردنه چرا چون مردم دقیق اون جغرافی های اصلی که وجود آورده رو ازش مطلع نیستن شما یه میدون جنگی رو در نظر بگیر به شدت زیر آتش دشمن هستی اون چیزی که شما در لحظه رو متوجه میشی اینه که آقا من تحت فشارم الان از همه طرف دارن منو میزنن آیا فاصله ده متری خودت با سنگر نهایی دشمن رو میتونی درک بکنی اصلا این صدای گلوله خونپاره و اون آتش تهیه به تو اجازه نمیده داره تلاش میکنه میگه از این نقطه کسی برگر عقب چرا چون او ترسیده او میدونه یه قدم جلو تراری تمومه سنگرهای او آن چیزی که فرو میریزه فکر میکنم کتاب زندگی شهید محمد حسن نظرنژاد بود کتاب با نظر این کتابو حتما بخونید فکر کنم توی این کتاب بود یه ایشون تعریف کنه میگه ما دیگه رسما نزدیک شدون به خاکریز بعثی بعد میگه که تیروار اینها وقتی متوجه شد که ایرانی راه افتادن توی این دشت دارن به سمت اونها میاد میگه اصلا براشون غیر قابل باور بود خب من کسی همچین کاری میکنه همینجوری راه بیفته به سمت اینها اونم در حالی که اینا پشت سنگرن پشت خاکریزن و اینکه آسیب پذیر نیستن ولی توی که داری پیشرو میکنی خیلی آسیب پذیری دیگه ایشون ما به اینها نزدیک شده بودیم بعد این اینا از وحشت شروع کردن همینطوری تیراندازی کردن تو همین دل شب بلکه این ایرانی که دارن میان بترسن تو کتاب نوشته که این شهید میره میچسته به خاکریز عراقی ها و زمانی که تیربار شروع میکنه به شلیک کردن این با دست سر این تیربار رو میگیره به سمت آسمون حالا اون لوله تفنگ در اون لحظه حرارت خیلی بالایی هم داره ها یعنی شما زمانی که این کارو میکنی دستت به شدت آسیب میبینه میگن که ایشون این حرکت رو انجام میده با دست تلاش میکنه که سر لوله این تفنگ رو بگیره به سمت آسمون اون کسی هم که پشت تیرورده تلاش میکره پایینش شلیک بکنه ببین دقیقا ما در همون شرایط ایم آمریکا به وفول خودش رسیده غرب با چالشه خودش روبرو شده دنیا یک دنیای چند قطبی شده این کسانی که در منطقه بودن استانهای عربی آمریکا صاحبشون داره به شدت ضعیف میشه تو رسیدی به اون خاکریزه اگر تونستی به جامعت امید بدی اگر تونستی در مقابل سود ها که مأمور ناامید کردن جامعت هستن دستت رو بذاری زیر این تیرواره این تیرواره رو بگیری به سمت آسمون بازی تمومه چرا چون که رسیدن نزدیک این خاکریزه خاکیز معادلات رو عوض کنه حس دشمن حق داره تو زمانی که میدان جنگ رو از دست دادی راهکار سود اینترنشناله راهکار صدای آمریکا راهکار بی بی سیه. راهکار این هست که ناامیدی بده آقا این جامعه تموم شده بابا این چه وضعیتی ما داریم آقا منکر مشکلات نمیشه شد هیچ کس نمیتونه منکر مشکلات بشه اما این جغرافیای جدیده به وجود اومده باید کمر ایران رو به خاطر این کاری که کرد بشکنن تو همون کشوری هستی که ابتدای سال 1348 ساعته میومدن کشور تو فتح میکردن کل کشور تو 48 ساعته میگرفتن تو منطقه که پاکستانش با بمب اتمی آمریکا میره کودتا در شنجا میده جلو چشم همه نخست وزیرش رو جا میکنه تو داری برای آمریکا رجز میکنی عین الاسدش رو میزنی این جرم بزرگیه خب من چجوری باید برخورد بکنم موشکاتو که نمیتونم بزنم عربستان هم که پسیخور رفیقای تو تو منطقه مردم تو باید ناامید کنم امید رو باید از مردمت بگیرم یه جمله بسیار زیبایی رو آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های دیروز خودشون یه دوستان از روی متن بخونم این که های مغرور اینها با این سطح از غروری که دارن با این سطح از پرروی و گستاخی که دارن صریحا اعتراف میکنن که فشار حداکثری علیه ایران شکست خفت بار خورده موضوع بسیار مهمی است که نباید فراموش شود اخیرا یکی از مقامات اینو گفته آقا این قضیه شکست خورد این همه تلاش کردیم فشار حداکثری بیاریم این شکست خورد در مقابل ایران این قضیه جواب نمیده من نکته خودم رو میخوام کاملتر بکنم بزرگترین گناهی که برای یک انسان میشه متصور شد و بذارید من یه جور دیگه بگم فاجعه بارترین اتفاقی که میتونه برای یک انسان بیفته اینه که ناامید بشه تو زندگی شخصی نگاه بکنید برای خود من و شما پیش اومده دیگه یه جاهایی به این نقطه رسیدیم روی اون نقطه که ایستادی احساس کردی که اصلا دیگه حست خوب نیست آقا من اصلا غلاف کردم اصلا الان دیگه حس و حالشون ندارم اعصاب درست حسابی هم ندارم حسم نسبت به این اتفاقاتی که داره میفته ابدا خوب نیست دقت کردی این همون ناامیدی است این همونی که الان دارن تلاش میکنن در جامعه ما رقمش بزنن باید با همه توان ای با این قضیه مقابله کنن هر کسی در هر نقطه ای از ایران در هر لباسی که باشه تلاش بکنه به مردم امید بده ما دستشو میبوسیم ما ازش تشکر میکنیم چرا چون داره کمک میکنه که سر اون تیرباره رو بگیره به سمت آسمون اون بی بی سی و اون سعودی اینترنشنالی که گلوله ناامیدیش داره به سمت مردم میاد رو گلولهش رو هدایت بکنه به یک سمت دیگه تا به یاری خدا آخرین سنگرهای این جماعت هم فتح بشه من میخوام انتهای این گزارش رو اختصاصم به انتهای صحبت ایشون دو سه تا نکته خیلی مهم ایشون میگه یک بخشش خطاب به سعودی ها هست که مفصل در یک ویدیو ساختیم خیلی اشاره نمیکنم در همین حد میگم که ایشون تاکید میکنه خطاب به سعودی ها که این جنگی که شروع کردی و میدونی توش پیروز نمیشی چرا داری ادامش میدی تمومش کن برو یه راهکار پیدا بکن این جنگ تموم بشه این نکته ای است که در آینده وزن پیدا میکنه در آینده وزن پیدا خواهد کرد این جمله که ایشون دیروز مطرح کرد از جنس جملاتی است که از سالهای قبل گفتن تحت عنوان که این سلاحایی که سعودی ها گرفتن غنیمتی خواهد شد در دست یمنی ها به نظر این جمله از همون جنسه ایشون در ادامه صحبتش یه جمله میگه فوق العاده است من دوستان از روی متن خونم نفت حدود 100 سال است که همچون ماده مخدر اعتیاد سختی در کشور ایجاد کرده که باید حتما علاج شود هر کسی توی مملکت به قدرت میرسه فرقی هم نداره جمهوری اسلامی باشه یا سلطنت پهلوی باشه یا قاجار اصلا هر کسی توی این مملکت به قدرت میرسه ساده ترین چیزی که به ذهن میرسه می رسه اینه خب نفت دارم می فروشن مدیریت میکنم دیگه بعد کشور از این وضعیت عبور بکنه ایشون میگه که حداقل دو دولت در مسئولیت های 8 ساله باید همت کنن میگه اگه اراده بکنن حداقل دو تا دولتی که 8 سال روی کار باشن بیان اراده بکنن میشه این مشکل رو هم به یک سمتی بریم که این مشکل برطرف بشه ایشون میگن البته اگر همون روزی که اقتصاد بدون نفت رو مطرح کردیم اجرای آن شروع شد امروز کشور وضع متفاوتی داشت رفقا تک تک اتفاقاتی که در این منطقه برای کشور ما داره رخ میده راهکار داره تک تکش راهکار داره تک تک این مشکلات رو میشه حل اون کشوری که پهن شده در منطقه خاورمیانه مرسا رو به هم ریخته جغرافی جدید به وجود آورده موشک نقطه زنش آمریکا رو میزنه هیچ غلطی نمیتونه بکنه تو همون عصری که پاکستانش با بمب اتمی توسط آمریکا با کودتا روبرو میشه یه همچین کشوری معیشتش هم میتونه درست بکنه یه همچین کشوری پرایدش هم میتونه تبدیل بکنه مشابه یه خودروی که همتراز و موشک نقطه زنه باشه اینا شدنیه و به یاری خدا امیدوارم که مدیران و مسئولانی در این مملکت روی کار بیان کسانی در این مملکت به قدرت برسن که بتونن این ماجرا رو حلش بکنن راهکار اولش هم و پیشنیازش هم این است که مردم از غربگرایی و غربگراها عبور بکنن دست این جماعت به طور کامل از قدرت کوتاه بشه اگرم کسی از جریان غربگرایی هست که این میخواد توی قدرت باشه مثلا میگه آقا ما از قدرت دور شدیم اینم به این جنبندی برسه که من اگر میخوام به قدرت برگردم باید بتونم حرفایی بزنم و وعده هایی بدم که این وعده ها و حرفا با نگاه بر داخل مشکلات مردم ایران رو حل بکنه ایشون در انتهای صحبتشون تاکید میکنه برای اینکه اون کسانی که الان رفتن دارن پیرامون بحث هسته گفتگو میکنن حواسشون باشه کشور به طور کامل به این بحث سهی گره نخوره مملکت باید برنامه های خودش رو برای حل مشکلات مردم داشته باشه دوست دارم از جون متن بخونم بقیهش رو طرف مقابل که بد اهدی کرد و از برجام خارج شد الان احساس درماندگی و بنبست میکنن اما نظام اسلامی که با اتکایی به مردم از مشکلات زیادی عبور کرده از این مرحله هم عبور خواهد کرد من نکته دیگه ندارم اگر شما احساس که نکته ای هست حتما برای من بفرستین و حتما در قالب کامنت ها کمک بکنید که این برنامه کاملتر بشه دوست دارم چند تا پیام برای شما بخونم یکی از دوستان در پیامش نوشته که آقای تحلیلگر تو دل استرالیا و شهر ملبورن هم پایگاه داری ها سید علی هستم مخلص شما و ممنوندار شما خیلی مخلصم آقای محمدیان بسیار خوشحال شدم پیام شما رو دیدم ما کوچیک شما هستیم میشاله که پرچم رفقای ما هر کجا که هستن بالا باشه و همیشه دلشون شاد باشه یکی از رفقا برای من نوشته که خودم مدت ده سال است در آلمان دوستان ایرانی دارم و هر موقع ایرانی های جدید میان هر کمکی بتونم به اندازه توانم براشون میکنم چون خودم در شهرک در جای کار میکردم و خیلی به هم احترام داشتن و منم به حد توانم جبران میکنم این یکی ای از رفقای افغانستانی ما برای من نوشته خیلی ممنونم از رفقای افغانستانی مشی من که این روزها با پیام های وحدت آفرینشون در کامنت ها و در برنامه های ما خیلی حس ما رو خوب کردن مخلصم ان که دلتون شاد باشه دمتون گرم پرچمتون بالاست وقتتون رو نمیگیرم شبتون بخیر